با نام خداوند بخشنده مهربان، بعد سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی. محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه شهروند خبرنگار. موضوع محوری که در این هفته با آن پرداخته ایم نقش شهروند خبرنگاران در تأمین وضعیت امنیتی هست. طبیعتاً جامعه ما متشکل از اقشار مختلفی هست و هر قشر جامعه باید وظیفه‌ای که به او سپرده شده از طرف احسن انجام بده تا نظم در جامعه تامین بشه. بدون هماهنگی و همکاری طبیعتاً ما شاهد بهبودی وضعیت در یک جامعه نخواهیم بود. جامعه مدنی و جامعه‌ای که در واقع افراد در اون مشارکت فعالی دارن طبیعتاً جامعه ایدئالی است که هر کس در واقع از اون جامعه هم لذت می‌بره، با توجه بر اینکه ساختارهای جامعه هم نظم دارد. اما اگر در جامعه مثل جامعه افغانستان نگاه میاندازیم، ببینیم که ما کمتر در واقع توانستیم که معنای واقعی تبدیل به یک جامعه مدنی و منظمی بشیم. بنابراین نیاز هست که همه اجزای جامعه در کنار یک دیگر قرار بگیرن تا اینکه جامعه تبدیل به یک جامعه ایدئال بشود، جامعه که حق و حقوق در او حرف اول رو بزنه. همه شهروندان همان گونه که مطابق به قانون از حق برخوردار هستند وجیبه هم دارن و بر وجایب خود رو هم به نفع هستن، هم در قبال سایر شهروندان و هم در قبال شما انجام بدن. این در واقع زمانی محقق می شود که همه ما و شما اون وظیفه که به ما سپرده شده است رو به نفع احسن انجام بدیم. اگر کارمند دولت هستیم، طبیعتاً باید وظیفه محول رو مطابق به پالیسی که در اون اداره حاکم هست به پیش ببریم و مخصوصاً کسانی که اینها در واقع صلاحیت دار وضعیت امنیتی شهر هستند. وظیفه بس مهم و خطیر با توجه بر اینکه جامعه یک حالت پویایی را داره. هیچ جامعه نیست که در حالت سکون قرار داشته باشه. شما ببینیم جامعه در حال پیشرفت است، همان گونه افراد جامعه هم در حال پیشرفت هستن. به هر تناسب تکنولوژی بیشتر میشه افزایش پیدا میکنه، به همان تناسب امکان داره که جرایم هم افزایش پیدا کنه، چون هستن کسانی که مخل نظم اجتماعی هستند و طبیعتاً با این افراد باید برخورد صورت بگیره و مطابق به قانون این افراد مجازات بشن. اما زمانی که کارگزاران این وظیفه محوله خودشون رو به نفع احسن انجام بدن یا کوتاهی کنن، خب جامعه از حالتی که باید در قرار داشته باشه بیرون میاد و هرج و مرج، ناامنی و بدامنی در جامعه حاکم میشه. در این میان شهروند خبرنگاران و شهروندان فعال میتوانن که وظیفه‌ای که دارن رو به نفع احسن انجام بدن، شرطی این که این شهروندان از حقوق خودشان آگاهی داشته باشند. فعالیت شهروند خبرنگاری که شهروند در یک جامعه ناامن انجام میده، خود میتونه که باعث ایجاد تغییر مثبت باشه. خود میتونه که در واقع کسانی که گوشهای آنها شاید حالا به درجه مختلفی نمیشنوه بد امنی در شهرها یا نمیبینن، خب با فعالیت شهروند خبرنگار همه چیز شاید هویدا بشه. الحمدلله ما شاهد اینم هستیم که شهروندان ما در هرات خب فعالیت های خیلی خوبی دارن. با نگاهی به فضای مجازی به مانند فیسبوک به راحتی در میابیم که شهروندان ما نسبت به اوضاع امنیتی احساس نگرانی دارن و خواهان تغییر این وضعیت هستن، خواهان این هستن که مسئولین توجه بیشتری کنن، نقد میکنن، صحبت میکنن و اینها خود باعث این میشه که جامعه ما جامعه بشه که در اون مشارکت شهروندی شهروندانمان به نفع احسن هست و این یک نوید خوبی است و نشان میده که شهروندانمان دارن از حقوقی که قانون به اونها داده آگاهی کسب میکنن و وجایب شهروندی خودشان را هم انجام میدن. شهروند و شهروند خوب دوتا اصطلاح هست. هر کسی در شهر زندگی کنه به معنای وسیع کلمه ما میتونیم که اطلاق شهروند کنیم، اما آیا شهروند خوب هست یا نه؟ اینجا دیگه یک علامت سوال ایجاد میشه، به خاطر اینکه شهروند خوب شهروندی است که از آنجا که اتفاق میافته در ماحول او اطلاع داره و یک شهروندی نیست که هر سیاستی که دولت، حکومت، جامعه بخواد برای تعمیل کنه این بپذیره. شهروند تعقل داره، قوه بینش داره، قوه تعقل داره، قوه استدلال داره.
به معنای واقعی کلام شهروند هست. ما این شهروند رو شهرونده خوب می نامیم، شهرونده که در فعل و انفعالات شما سهم بارزی داره. و الان در هرات ما شاهد یک موضوع خیلی حادی هستی، موضوعی که شاید دغدغه همه ما و شما باشه، وضعیت امنیتی که رو به وخامته. اما در این میان ما داریم شهروندان رو که اصلا نگرانی میکنن، شاید به معنای واقعی همه ما که در این شهر زندگی میکنیم از این وضعیت بعد امنیتی نگران هستیم و دغدغه داریم که چه خواهد شد و چگونه در واقع به این شرایط میتونیم که ما فائق بیاییم. حالا خوب است کسانی که در واقع متصدی امور امنیتی هستند پل‌های ارتباطی ایجاد کنن با شهروندان، نظر و دیدگاه شهروندان رو بگیرن. کسانی که واقعا ایده و طرح دارن برای بهبودی وضعیت امنیتی باید در ادارات دولتی باز باشه و با جبین گشاده در واقع اینها رو استقبال کنن، به دلیل اینکه شهروندان در بطن جامعه قرار دارن و از حوادث و اتفاقاتی که میفته آگاهی کامل دارن. شاید حالا مسئولین ما کمتر در واقع با مردم همراه باشن و ما شاهد تغییر و تحول در ادارات دولتی هم هستن. این یک امر کاملا معمول و منطقی هست. اما فکر کنین که یک فردی میاد در یک شهری که با اون شهر هیچ آشنایی رو نداره، متصدی یک امر خطیر میشه. مثلا عرض میکنین همین امور نظامی و امنیتی، خب طبیعتا باید یک جامعه شناسی صورت بگیره، یک جغرافیایی شناسی صورت بگیره، وضعیت رو رصد کنه و اوضاع و احوال وضعیت اقتصادی جامعه رو دریابه تا بتوانه که تقابل درستی با پدیده بزهکاری انجام بده. ما نباید همیشه دنبال محکوم کردن باشیم، بلکه گاهن ما باید شرایط رو به وجود بیاریم که مطابق به همان شرایط افراد دست به ارتکاب جرم نزنن. چه زمانی این اتفاق میفته؟ که زمانی اتفاق میفته که در واقع یک آسیب شناسی درست و منطقی صورت بگیره، یک بوم شناسی دقیقی از جامعه و بافتای اجتماعی صورت بگیره، جرایم کاهش پیدا میکنه. شرم خبرنگاران عزیزمان که وضعیت بعد امنیتی را از طریق گوشه تلفن خودشان انعکاس میدن، میرن عکس میگیرن، فیلم میگیرن، مستند میکنن، خب اینها چرا این کار انجام میدن؟ به خاطر اینکه احساس مسئولیت میکنن نسبت به جامعه خودشان، چون در این جامعه زیست دارن، در این جامعه کار میکنن، فعالیت میکنن، از این جامعه تغذیه میشن و برای این جامعه کار و فعالیت انجام میدن. بنابراین وقتی یک شهروند خبرنگارمان میاد بحث میکنه که وضعیت امنیتی در هرات وخیم هست و یا برای شهروندان قابل قبول نیست، خب این رسالت شهروندی خوش را داره انجام میده به بهترین شکل ممکن. بنابراین امیدوار هستیم که مسئولین امنیتی ما کلان همه ادارات همه رو در خطاب قرار میدیم، وقتی که شهروند یک چالش را به تصویر میکشونن واقعا بیاین آسیب شناسی انجام بدن و این موضوع را رسیدگی کنن، چون هدف شما خبرنگار یقینا چون مطابق قواعد شهروندی و اخلاق رسانه‌ای شاید نباشه و دقیقا نیست که بیاد تخریب کنه کار را، بلکه هدف سازندگی هست، هدف بهبود وضعیت هست. هدف اینه که ما و شما در یک جامعه ایدئال، یک جامعه مدنی به سر بریم که در این جامعه حق و حقوق مسلم ما به ما داده میشه، در جامعه به سر بریم که این جامعه در واقع متضمن حقوق شهروندی ما و شما هست. وقتی که این گونه بود، خب زندگی در آن جامعه هم لذت بخش هست. وقتی عدالت، برابری، مساوات اینها در جامعه حاکم باشه، خب اون جامعه یک جامعه ایدئالی است و برای تبدیل شدن به این جامعه خوب است فعالیت های اجتماعی شهروندی ما و شما ایزان دوام داشته باشه. اگر میبینیم که کسی نمیشنوه، به وضعیت رسیدگی نمی کنه، نامید نباید بشن شهروندان، چون فعالیت های مدنی فعالیت های بهم پیوسته و مداومه و انقطاع نداره. اگر قرار بدی باشه که فعالیت ها انقطاع پیدا کنه و قطع بشه و ما یک دوره بگیم که فعال مدنی هستیم، فعال اجتماعی هستیم، فعال رسانه‌ای هستیم، اما وقتی که وضعیت جامعه رو میبینیم برای ما تاثیر بگذاره، ناامید بشه، بگیم نه کار نمیشه کرد، این اشتباه، هر کاری بکنه همین گونه از تغییر پیدا نخواهد کرد، ناامید بشیم، دست از تلاش برداریم، خب ما وظیفه شهروندی خودمون رو انجام ندادیم.
بنابراین اگر ما بخواهیم که به معنای واقعی در جامعه خوب زندگی کنیم، باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، وظیفه شهروندیمون رو. وظیفه من شما فقط این نیست که فکر خود کسب و کار اینها باشم، بلکه فکر این باید باشیم که چگونه میتوانیم شرایط رو به وجود بیاریم که در او همه ما زیست مسالمت آمیز داشته باشیم، همه ما در واقع بتوانیم که در او جامعه به گونه خوب و عالی زندگی کنیم. این یکی از خطیرترین در واقع موضوعاتی است که باید به ما توجه کنیم و موضوع کلیدی امشب ما هم در واقع همین هست، نقش شهروند خبرنگاران در بهبود وضعیت امنیتی. شاید این جمله کمی در نگاه اول زیاد معنا نداره. آیا شهروند خبرنگار هم نقش داره در بهبود وضعیت امنیتی؟ خب ما منصوبین امنیتی داریم، پلیس داریم، اردو داریم، قطعات خاص داریم و غیره و غیره که اینها مسئولیت تامین امنیت دارن. چرا شهروند خبرنگاران؟ نه، فعالیت های اجتماعی با هم دیگه پیوسته است. وقتی شما خبرنگارمان میآید موضوعات را انعکاس میده، از طریق گوشی تلفن خودش عکس میگیره، فیلم میگیره، گزارش تهیه میکنه، استناد میکنه و مستندسازی میکنه، خب این به معنای ممد بودن برای یک ارگان های امنیتی هست، چون چالش ها را رسیدگی میکنه، وضعیت را سد میکنه. درسته با اسلحه نداره، ولی با ابزار شهروند بودن مجهز هست و این بهترین ابزار برای ما و شما هست. جوامع از اون حالت بدوی الان بیرون شده، جوامع دموکراتیک شده، جوامعی شده که افراد با دیگر ارتباط تنگ و تنگی دارن، فاطمه با هم دیگه مرتبط هست، حرف از مردم سالاری، حقوق شهروندی، آزادی بیان از اینها رو وقتی که نگاه میکنیم، پس باید شهروند فعالی باشیم. حالا شهروند خبرنگارانمان شهروندان فعال جامعه ما هستند که فعالیت های شهروند خبرنگاری دارن به نحو احسن انجام میدن و به وقتی که اینها به موضوعاتی میپردازن و با رسانه همکار و همراه میشن، خب این به معنای اینه که اونا احساس مسئولیت میکنن و در این حال فکر تغییر بنیادی در جامعه هم هستن. ما حالا چند سال هست که در قالب برنامه شب و خبرنگار خدمت شما مردم هرات هستیم. برنامه های متفاوت و متنوعی را در برنامه شب و خبرنگار با موضوعات مختلف البته داشتیم، پیگیری کردیم و الحمدلله الان با شب و خبرنگار خیلی خوبی داریم که کارهای حرفه‌ای و نسبتاً حرفه‌ای را انجام میدن و همکاران خیلی خوبی ما الان داریم و شاهد این هم هستیم که واقعا حالا گزارشاتی که ما روان میکنن، عکس‌ها و فیلم‌هایی که ما میفرستن، مخصوصا در این اواخر که شما خبرنگارانمون روی به گرفتن گزارش و مصاحبات با شهروندان آوردن، کار خیلی خوبی هست و نشان دهنده از این هست که در واقع جامعه ما به معنای واقعی حالا نقش شهروند خبرنگار بودن را در میابه. و ما هم تغییرات خیلی خوبی که در قالب برنامه ما آوردیم، میبینید که شما تغییرات بسیار کلی و بنیادی آوردیم و تغییرات دیگری هم انشاءالله در راه هست تا اینکه فعالیت های ما تا الان با نیروی فراوانی در خدمت شما بودیم، میبینید بتوانیم که کارهایی که شما خبرنگار انجام میدن را به شکلی دیگری خدمت شما ایزان ما انعکاس بدیم و این نشان دهنده از این هست که این برنامه، یعنی برنامه شما خبرنگار، با گذشت چندین و چند سال تونسته که در واقع جای خودش رو در جامعه باز کنه و فعالیت‌های خیلی خوبی داشته باشه و از طریق همین برنامه شما خبرنگار و فعالیت‌هایی که شما خبرنگاران از من انجام دادن، تغییرات بسیار خوبی در جامعه ما ایجاد شده است. به نمونه های این تبعتن حالا در این برنامه فرصت نمیشه، در برنامه های دیگر حتما خواهیم پرداخت که با فعالیت‌های شما خبرنگاران کار مثبتی انجام شده. دقیقاً به یاد دارم که یکی از برنامه‌ها ما چند وقت پیش پرداخته بودم در وضعیت حالا بی‌نظمی شهری و معضل زباله‌ها که بعداً دیدیم که طرف شهرداری هرات حالا حشر عمومی رو افتاد. خب این انعکاس فعالیت شما خبرنگاری بوده است، هم در فضای مجازی و هم در قالب رسانه. وقتی اینها در کنار یکدیگر دست به دست هم بیدن، جامعه خب تغییر مثبت شاهد خواهد بود. بنابراین فعالیت های شما خبرنگاری بسیار فعالیت های سازنده است، فعالیت های تاثیرگذار است که میتونه که باعث تغییر بسیار مثبت در جامعه ما باشه. شما نکنیم در جامعه‌ای که
نسبتاً پیشرفته‌تر هستن از ما، اون جامعه‌ای که دقیقا اینها جهان اول حساب میشن. میبینیم که چقدر وقتی یک شهروند میاد یک فعالیت مدنی اجتماعی انجام میده انعکاس خیلی وسیعی داره و حتی بعضا میبینیم که قوانین تغییر میکنه. شما نکنیم به طور مثال در آمریکا همین برخورد نامناسب با یک تبعه سیاه‌پوست چقدر واکنشاتی هم در داخل خود آمریکا ایجاد کرده بود و هم در سطح جهان. خب اگر اونجا فیلمی گرفته نمیشد توسط یک شهروندی یا کامره ها اونجا وجود نمیداشت، هیچ وقت این حادثه رسانه‌ای نمیشد و حتما هم در واقع کسانی که حالا در آمریکا وظیفه داشتن این را کتمان میکردن. اما وقتی که شهروندان هوشیار هستن هیچ حقیقت پنهان نمیمانه و حقیقت رو شهروندان انعکاس میدن. الان همه ما و شما با ابزار در واقع گوشی تلفن آشنایی داریم و همه گوشی هوشمند تپتن شاید داشته باشین. وقتی که میبینیم که یک جای یک مشکلی است، حادثه اتفاق افتاده، قانون شکنی است، تخطی هست، فساد اداری هست و غیره و غیره، می توانیم که در واقع ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم، مستندسازی کنیم، به رسانه ها شریک کنیم و برنامه شب خبرنگار بستر بسیار مناسبی رو ایجاد کرده برای فاتح شب خبرنگاری که شمایی که همیشه دغدغه داشتیم کجا بشه که ما سرای ما رو بگیم و گوش مسئولین برسانیم، اینجا یعنی برنامه شب خبرنگار تلویزیون چکار در اختیار شما عزیزان هست. فعالیت شبوند خبرنگاریتون رو به نفع احسن انجام بدیم، راجع به سوژه‌های مختلف فیلم بگیریم، عکس بگیریم، به ما روان کنیم، ما اونها را حتما به گوش مسئولین میرسانیم. و موضوع امشب ما هم که چونچه که اول برنامه عرض کردم در مورد نقش شبوند خبرنگاران در بهبود وضعیت امنیتی هست. خب طبیعتا ما شروع این هم هستیم که شبوند خبرنگار خوبمون که در این برنامه الان دعوت هستن تا دقایق دیگه با ما همراه میشن رفتن در واقع در مورد وضعیت امنیتی ایران گزارش با شهروندان دیگر داشتن. یک کار خوب، یک کار در واقع هدفمند و کاری که واقعا از یک جامعه ای برمیخیزه که واقعا مردم مثلا مسئولیت بیشتری میکنن. بنابراین فعالیت شما خبرنگاری شما ایزا متضمن ایجاد تغییر مثبت در جامعه هست. همکارتون شروع میکنن که عکس های ارسالی شما ایزا هم آماده هست. به دیگه میریم میبینیم دوباره برخواهیم گشت. جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر توسط نارنجی پوشان. ایجاد پارکینگ‌های خودسر و خرابی آسفالت جاده‌های سطح شهر. رشد روزافزون بیکاری در هرات. وضعیت بد معتادین. عکس دیگری که حکایت از نابسامانی‌های شهری دارد. و این هم یکی دیگر از عوامل آلودگی‌های محیط زیستی. بدون شهر
باز هم تصویر دیگر از حضور معتادین در داخل بلوارهای سطح شهر. و این هم تصویر دیگر که حکایت از خدمات رسانی و یا برق رسانی اداره برشنا دارد. توجهی به قوانین و قواعد ترافیکی آن هم تا این حد و به این شکل. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شهروند خبرنگار. عکس‌های رو سرف شبندان از این را هم دیدیم. تشکر میکنم از عزیزانی که این عکس را ما روان کردن. شما هم میتوانید که عکس‌های خودتون رو در مورد سوژه‌های مختلفی که شما تشخیص میدید به ما از طریق صفحه برنامه شبان خبرنگار تلویزیون چکار روان کنیم، برست ما میرسه و ما هم به نشر میرسانیم. طبیعتاً هر عکس دنیا از نگفته هاست، سوژه ایست که شهروندان وقتی انتخاب میکنن حتما در او معضل خاصی نهفته است. در این قسمت برنامه ایتن از شهر من خبرنگاران رو با خودمون در استودیو داریم. آقای پوپل خوش اومدید به برنامه. سلامت باشیم. سلام به شما آقای شریفی عزیز و همچنین سلام به همکاران شما در تلویزیون چکات در برنامه شهروند خبرنگار و خیلی خوشحالم از اینکه در کنار شما نو. تشکر از شما آقای پوپل. اول اینکه ما هم خیلی خرسند هستیم که شما رو با خودمون به عنوان یک تن از شما خبرنگاران فعال به خود در استودیو داریم. موزلی که در شما با پرداخته بودی فکر کنم که وضعیت امنیتی هرات بود، درست است؟ بسانیم مصاحبه داشتیم با یک بار شهروندان پیرامون این موضوع، علت این چی بوده که خواستیم به این سوژه شما بپردازیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون وضعیت اخیر ولایت هرات متاسفانه یک ناهمنی ایجاد شده در شهر که همه مردم به سر و صدا شدن، همه مردم به آنها دغدغه های پیش شده که چه خواهد شد، آینده کشور چه خواهد شد، آینده این مردم، آینده این بشر چه خواهد شد. همه در یک فکر فرو رفته بودن که واقعا جای تأسف بود و من زمانی که هر شهروند می دیدم و یا یک جمعیتی می دیدم صحبت از بی‌امنیتی ها بود و من خواستم که شخصا یک گزارش تهیه کنم و ببینم که حرف دل مردم چیه، مردم از دولت چی میخواهن، آیا مردم دولت مقصر میدانن. خلاصه خواستم که حرف دل نار بدانم و رفتم یک گزارش تهیه کردم. طبیعتاً در این روزها ما شاهد بدامنی در هرات هستیم و هر شهروندی رو از این وضعیت بتن حالا نگران میشه و شما هم به عنوان یک جوان و یک شما خبرنگار سوژه خوبی پرداختیم. حالا فکر میکنیم که خود شهروندان در اینجا چه نقشی دارن با توجه بر اینکه همواره منصوبین امنیتی گفتن که همکاری شهروندان لازم و ضروری است و به تنهایی شاید نتونن که از عهده این وضعیت بیرون بیان. بله، چیز طبیعیه که تنها دولت هم نمیتونه که امنیت را تامین کنه و همچنین مردم هم تنها نمیتونن امنیت را تامین کنن. باید مردم دست به دست دولت، قبلا شما تذکر دادین، یک پل ارتباطی بین مردم و دولت باید جور شه تا بتوانن اینها با هم یک امنیت عالی و یک امنیت خوب در منطقه و در سطح جامعه ایجاد کنن. متاسفانه اگر واقعیت به واقعیت بنگریم مردم هم سلحنگاری میکنن و در راستای از این که اگر کدام خبر میبینم، اگر کدام یک چیز بیهمنیر میبینم، متاسفانه این کار نمیکنن که به یک اداره دولتی خبر برسونن که ما فلان جا چنین چیز دیدیم یا فلان جا ما چنین کاری دیدیم. متاسفانه این کار وقتی که ما یک فرد نظاره میکنه پیش خوب فکر میکنه، میگه اگر ما برم دولت خبر کنم و یا دیگه کس خبر کنم شاید خودم هم دوچار مشکل شم. به اصطلاح سلحنگاری میکنه و رد او کار رها میکنه و باعث از این میشه که
ناهمنی های گسترش پیدا کنه. پس باید شهروندان با دولت یک پل ارتباطی برقرار کنم تا بتوانم که امنیت شهر خود به خوبی تامین کنم. بله، طبیعتاً تا مادامی که حالا شهروندان با مسئولین هم کار همراه نباشن تامین امنیت هم غیر ممکن خواهد بود. حالا ما شاهد رشارت ها و تلاش های منصوبین امنیتی هم هستیم و نمیتونین ها ما نادیده بگیره. همین چهار روز پیش در یک سرباز ما جان خود را از دست داد. خب نشان میده که واقعا از من وجود دارد. منتها نیاز به همکاری هرچه بیشتر هم هست. حالا در این مصاحبه و گزارش شما با شهروندان گرفتیم، بیشتر توجه مردم به چه بعد امنیتی بوده؟ متاسفانه بیشتر از مردم دولت مقصر میدانن. میگن که این کار بی امنیت اخیر که در ولایت هرات پیش میایه و روز به روز افزایش و گسترش پیدا میکنه، متاسفانه مردم فکر میکنن که تمام مقصر و تمام گناه ها در گردن دولته. ولی من شخصا میگم که اونها هم در اشتباهن. تنها نمیتونیم ما دولت مقصر بدانیم و تنها هم نمیتونیم ما مردم مقصر بدانیم. تقریبا باید همه با هم دست به دست یک دیگر پیش بریم. پس تنها دولت مقصر نیست. حالا مصاحبه شما هم تا ثانیه های دیگر آماده میشه، با یک دیگر میبینیم که در شهروندان چه گفتگوهایی با شما داشته در این خصوص. مثلا چون که عرض کردیم لازم و ضروری هست که همکاری وجود داشته باشه در هر عرصه، حالا نه فقط در بعد امنیتی. وقتی که مسئولین با شهروندان همکار و همراه باشند، خب جامعه نظم پیدا میکنه. باید میریم مصاحبه شما میبینیم، دوباره برخواهیم گشت. سلام، با برنامه شهروند خبرنگار خوش آمدید. ادریس توفل هستم، یک تن از فعالین مدنی ولایت هرات. در این اواخر می دانید که ناهمنی ها در تمام نقاط کشور اوج گرفته، بالخصوص در ولایت هرات. هرات که قبلا یکی از امن‌ترین ولایت های کشور محسوب می شد، ولی حالا چرا یکی از بی‌امنیت‌ترین ولایت های کشور مبدل گردیده؟ دلیل این همه بی‌امنی در چیست؟ آیا تنها دولت مقصر است؟ آیا تنها مردم مقصرند و یا هر دو مقصرند؟ گزارش تهیه نموده ایم، گزارش شهری، با ما همراه باشید. سلام محترم، خوب هستیم؟ سلامتیم، صحت شما خوبه؟ سلامت باشیم. ما یک گزارش شهری آمده کردیم در رابطه به ناامنی های اخیر در ولایت هرات. به نظر شما چه عوامل باعث افزایش ناامنی ها در ولایت هرات شده؟ به نام خدا، جاوید عظیمی هستم، یک از شهروندان شهر هرات و یک از دکاندار و کسبکارهای شهر هرات می باشم. عدم ناامنی که است، فقر، بیکاری، بیچارگی این جوان ها که است که مسئولیت هم باز اینا کرونا هایی که هستم، یعنی موی سفیدا که هستم، یعنی کرونا خونین ها که است، بی مسئولیت دارم. هدف از این که مسئولیتی که خود دولت هم است، دولت به این جی که هست اگر کسی میگیره مشکل، یعنی دوز یا قاتل اینا رو میگیره، به مسئولیت که هست قبول نمیکنه و بالاخره به پنجه قانون رو نمیسپاره. بی توجهی از مسئولیت کلان هست که از خود حکومت تشکیل داده و نمیتونم که این جوانا به ادامه کار خود پیش برن. خیلی تشکر از شما، بخیر باشی. سلام، وقت بخیر. احمد فرزاد بهادری، یک از شهروندان شهر هرات. خیلی ممنون شما. ما یک گزارش شهری تهیه نموده ایم در راستا به ناهمنی های اخیر در ولایت هرات. یک سوالی از شما دارم که به نظر شما دولت تا چی حد توانسته در راستای تامین امنیت موفق باشه؟ به نظر من دولت در شرایط فعلی تا حدودی میشه گفت ناموفق بوده، چون وضع فعلی خیلی داخل شهر و بیرون از شهر برای مردم قابل قبول نیه. ولی از یک نگاه باید گفت که تا ای که ما هم مسئولیت پذیر نباشیم و یک کمک برای دولت نکنیم، نمیتونیم دست به دست هم باید بدهیم تا که بتونیم یک امنیت به کشور بیاریم. و اگر ما با دولت خود کمک نکنیم و نمیتونه دولت هم به تنهایی خود یک امنیت و یک آسایش و یک آرامش برای ما و برای کشور ما به وجود بیاره. بله، دقیقا. خیلی ممنون از شما، تشکر. سلام محترم، خوب هستیم؟ سلامتیم؟ میشه خود معرفی کنیم؟ به نام خدا، من ناصر پوپال هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات. خیلی ممنون. ما یک گزارش شهری آماده کردیم در راستا به ناهمنی های اخیر در ولایت هرات و یک سوال از شما داشتم. به نظر شما
مردم چقدر همکاری به دولت در راستا به تامین امنیت در ولایت هرات داشتند؟ والا از این لاسته کنیم هیچ همکاری نشده. اگر مردم با دولت همکاری میکردن، امروز ما و شما به این مشکل مواجه نمیشدین. اگر دوزیا به اوج خود رسیده، قتل و قتال از هر جا که بگیم کم گفتین. دیگه مقصر اصلی و نظرم تنها دولت نیست، بلکه مردم هم میباشن. بله دیگه، 100%. تنها دولت مقصر نیست، در راستا به امنیت باید هم مردم و هم دولت دست به دست یک دیگر بدن تا یک امنیت و یک صلح و یک ثبات دائمی و آرامی در مملکت خود و در تمام نقاط این سرزمین بیاوریم. ممنون از همه شما، تشکر. با سلام دوباره خدمت شما عزیزان. مصاحبه که آقای پوپل با شهروندان داشتن رو با دیگر دیدین. خب یک مصاحبه نسبتاً حرفه‌ای بود، با توجه بر اینکه شما خبرنگار هستن با همین فعالیتی که داشتن، طبیعتاً ما میتونیم بگیم که سوالات میتونن که حالا یه مدت بری یک تن خبرنگاران خوب هم بشن و این بستر شما خبرنگار در واقع زمین رو مساعد میکنه برای یه صدادهایی که بخواهم فعالیت خبرنگاری حرفه‌ای در آینده داشته باشن. شما آقای پوپل، باز هم میشنویم از شما با توجه به صحبت‌هایی که با شهروندان هم شما داشتیم. خب میدونیم که اکثرا از وضعیت امنیتی را نگران بودن و حق هم دارن شهروندان بعد نگران خودشون رو ابراز کنن بر نحوی که هست. فکر میکنید همین فعالیت شهروند خبرنگاری که شما انجام بدین چقدر میتونه که واقعا مفید باشه برای ایجاد یک تغییر مثبت در جامعه ما؟ سلام مجدد. چیز طبیعی که 100% میتونه مفید باشه. چون زمانی که ما اگر یک شخص یک کار یک مشکل در یک جا در یک منطقه میبینه و اگر سهلنگاری کنه و از اون مشکل بگذاره، خود طبیعتاً مسئولین دولتی هم از او آگاه نمیشن و باعث رفع مشکل نمیشه. پس شهروند خبرنگار یک شهروند خوب کسیه که وقتی زمانی یک مشکل در جایی میبینه، یک مشکل در بین جامعه میبینه، باید بره و اون مشکل و نظر دیدگاه مردم در مورد از اون مشکل بدانه، بدانه که گپ دل مردم چیه، مردم چه چیزی رو میخواهن. و زمانی که با این کار مثلا من در اواخر دیدم دلایل ناهمنی در هرات زیاد شده، خواستم که یک گزارش در باره دلایل ناهمنی جور کنم و زمانی که رفتم و عرف دل مردم خواستم و آمدم اینجا که به گوش دولت مردان برسانیم و من انشالله یقین دارم که حتما هم میرسه و زمانی که به گوش آنها برسه و حتما آنها هم تلاش میکنن تا این مشکلات رفع کنن. بله. و زمانی که این مشکلات رفع شه باعث تامین امنیت در یک منطقه میشه. یقینا طبعاً حالا هر فعالیت شهروندی که صورت بگیره خود منتج به نتیجه مثبت خواهد شد و تا مادامی که شهروندان فعالیت نکنن تغییر ایجاد نمیشه. چون عرض هم کردیم واقعا همین گونه هست. اما امیدوار هستیم که شهروندان عزیزمون حالا فعالیت های بیشتری داشته باشن و همکار و همراه با رسانه ها هم باشن. آقای پوپل، در لحظات اخیر برنامه با شما قرار داریم، میشنویم پیام شما را به عنوان یک جوان برای شهروندان. پیام ما برای تمام شهروندان ولایت هرات، بلکه به تمام شهروندان ولایت هرات نه، برای تمامی آن کسانی که در افغانستان زندگی دارند و از این کشور رنج دیده هستند، بیایید لطفاً تا به این لحظه اگر سهلنگاری کردین، تا به این لحظه اگر غفلت کردین، بیایم از این به بعد دست به دست یک دیگر بدهیم. تنها دولت مقصر نیست، ما نمیتونیم تنها دولت مقصر بدانیم، ما نمیتونیم تنها بگیم این کار و یا این مشکل گناه دولت مردانه. ما باید مردم تلاش کنیم، ما یک مردم با دولت یک پل ارتباطی برقرار کنه و زمانی که ما دست به دست دولت داده و همه با یک دیگر دست با یک ندا و با یک دست پیش بریم، انشالله و به کمک و یاری خداوند میتوانیم که یک صلح و یک آرامی پایدار در افغانستان ایجاد کنیم. پس لطفاً بیایید دست به دست یک دیگر بدید تا بتوانیم که امنیت را در کشورمان، در منطقه‌مان و در جامعه‌مان ایجاد کنیم. تشکر از شما آقای پوپر. زنده باشیم. تشکر از شما. ممنون شما. صحبت‌های آقای پوپر شما خبرنگار خوبمون رو هم شنیدیم. ببینیم بعد از این برنامه دوباره خدمت شما خواهیم بود.
سلامی دوباره دارم خدمت شما همراهان گرامی. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شهر خبرنگار و صحبت‌های شهروند خبرنگار ما رو هم شنیدیم و مصاحبه‌ای که با شهروندان داشتن. ببینیم الان وقتی که ما صحبت از فعال شما خبرنگاری می‌کنیم، می‌بینیم که روز به روز شهروند خبرنگاران عزیز ما کارهای متفاوت‌تری انجام میدن. اگر بیاد داشته باشیم، ما از گرفتن عکس شروع کردیم، کم کم عکس اومد و مصاحبه و اینها، الان می‌بینیم که حتی استندهای خیلی خوبی رو میرن می‌گیرن و یقینا اگر همین گونه ادامه پیدا کنه خبرنگاران خیلی خوبی هم میتونن که بشن. با توجه بر این میبینیم که بستر خیلی مناسبی است برای فعالیت شهروندی و شما خبرنگاری شما عزیزان. منتها امیدوار هستیم که شما عزیزان با ما همکار و همراه باشید و واقعا بخواهید که یک تغییر و یک فعالیت مثبتی در شما را انجام بدیم. تا مدامی که شما عزیزان نخواهید و حرکتی نکنین، خب تغییر ایجاد نمیشه. بنابراین ما امیدوار هستیم که شما عزیزان با توجه بر اینکه حالا شفاعت شما خبرنگاری هم میبینید که توسط شهروندان ما داره افزایش پیدا میکنه، عکس‌ها و فیلم‌های خودتون را و مصاحبه‌های خودتون را به ما روان کنیم از طریق صفحه برنامه شهروند خبرنگار تلویزیون چکات، حتما به دست ما خواهد رسید و در این حال میتونی که به داخل برنامه بیاییم، از اینجا پیرامون موضوعی که شما با پرداختیم صحبت داشته باشی و ما بشنویم که شما چه گفتنی داریم و در این حال چه پیامی داریم برای شهروند و مسئولین در مورد سوژه‌ای که شما انتخاب کردی. امیدوار هستم که اینها را ما و شما عزیزان در نظر داشته باشید و فعالیت شما خبرنگاری خودتون را هم شما گرامیان هدفمندتر کنیم، چیزهای متفاوتتری به ما روان کنیم، از اون قالب کلیشه هایی که قبلا بوده رها بشیم، با تغییرات خیلی خوب و مثبتی که در برنامه شما خبرنگار اومده زمینه حضور شما عزیزان مساعد هست. امیدوار هستیم که فقط اگر واقعا میخوایم که تغییرات مثبت در جامعه ایجاد کنیم، بسم الله با گزا میدان شرایط هم برای شما ایزان آماده هست، میتوانیم که با ما همکاری خودتون را داشته باشیم و ادامه بدهیم. و موضوع محوری امشای ما همچنان که میدانید در مورد وضعیت امنیتی بود. نقش شهروند خبرنگار در بهبود وضعیت امنیتی که چه نقشی شهروند خبرنگاران دارن؟ خب همان گونه که حالا منصوبین امنیتی نقش دارن، وظیفه دارن، شهروندان عزیزمان هم شما خبرنگاران عزیزمان هم میتونن که در بیان واقعیت ها همکار و همراه باشن و کمکی کنن برای منصوبین امنیتی. واقعا هیچ وقت هیچ فردی، هیچ اداره‌ای، هیچ سازمانی در واقع نیست که هیچ نیازی نداشته باشه که دیگران به کمک کنن، همکاری به اون باشه. همه نیاز داریم. جامعه در واقع حالتی رو داره که این حالت جامعه حالتیه که توقف نداره، اجزای جامعه با دیگر ارتباط دارن، ارتباط اونها نظمی رو میسازه و در نهایت این زندگی فعالیتش اجتماعی به وجود میاد و معنا پیدا میکنه. پس هیچ کدوم ما از یکدیگر جدا نیستیم. قصاب در قصابی، نانوا در نانوایی خودش، بزاز در بزازی خودش، همه اینجا نه دکتر، کلا همه ما در واقع نظم ایجاد میکنیم. و بنابراین وقتی که یک مسئله کلی میشه مثل امنیت، مثل صحت، مثل بهداشت، اینها باز مربوط همه ما میشه که در او همه زینفیم. اگر سیستم کانکشی جامعه مشکل داشته باشه، شهرها گند میگیره. اگر بدامنی و ناامنی در جامعه وجود داشته باشه، همه متضرر، همه پریشان هستن. اگر در یک جامعه جنگ باشه، خونریزی باشه، همه در واقع از اینجا ضرر میکنن. بنابراین میبینیم که بعضی دردهای مشترکی است و برای او هم باید ما رویل های مشترکی پیدا کنیم. همین فعالیت های شهروند خبرنگاران عزیزمان که وقتی که میگن که وضعیت امنیتی ایران خوب نیست، ما بارها گفتیم و باز هم میگیم هدفی نیست که خدا خواسته ما مثلا بیان قماندان امنیتی را کسی دیگر تخریب کنیم. هدف اینه که ما با شما همراه هستیم، اون یک شهروند با عنوان یک شهروند خبرنگار بیایم چالش ها رو ببینیم، بیایم رای حل ها رو کنیم. ما یقین داریم و میدانیم که نه قماندان امنیه و نه حتی اون عسکر پیاده هم دلش نمیخواد که
ناامنی در جامعه باشه، قتل و قتال مثلا یا جرایم اینها در جامعه وجود داشته، نمیخواد، هیچ واقعا نمیخواد. اما وقتی ببینی که اتفاق میفته این حوادث، بعد کار کرد دیگه، همکاری کنیم با دیگر، همراهی داشته باشیم، بیم آسیب شناسی دقیق داشته باشیم تا بلکه مشکلات حل بشه. فیلم های ارسالی شما ایران هم آماده هست، بریم میریم میبینیم، دوباره برمیگردیم. خدا برکت الله نوری هستم، یکی از شهروند خبرنگاران شهر هرات، با یک گزارش کوتاه در مورد افزایش افراد بیکار در شهر هرات. سلام، شما میشه خود معرفی کنید؟ اسمم محمد آقای رسولی، از رسولی کنم. اجمه ما وضعیت کار در شهر هرات فعلا چه قسمه؟ وضعیت کار میبینیم که از بستن ما زمستان رسی که کارگرینی یا غریبی نیست، در بدنی یا خود بسری این کار این غریبیه. کرای خونه مسلمان میده ماهی 3000-4000، سینیم از آیه کنیم از کرای خونه میده، کار هم نیه، ایدونی هم نیه، قبض برق هم نیه. مسلمان کسی از دولت همه میخواهش من دادن که به طبقی کارگر سم بیگه بیکری فقر میخواستان. آیا روزهای هم اتفاق میفته شما به سرازی گذر باشیم و کار بگیر شما نیاید؟ روزهای شده که به افتا یک روز اگر ما به کار بگیریم، یک روز اگر ما مثال به کار بنیم در روز ما بیکن، یک روز اگر به کار بنیم دو روز به کار بنیم یک افتا ما بیکن. توقع شما از دولت چیه؟ توقع ما دولت همی خواهش دادن که دولت به طبقی کارگر سم بگیر، طبقی کارگر کسی کمک نمی کنه، به طبقی کارگر هیچ کس توجه نمی کنه. عدالت همی خواهی شدن که توجه کنه، به طبقی کارگر کمک کنه، دست مستضعف کارگری کارگر بی کنه. نارد ولی محمد از دیده میشه. اجمو از وضعیت کار در شهر هرات فعلا چه قسمه؟ در شهر هرات وضعیت کار الان خرابه، خلا اصلا هیچ کاسیبی کار نیه. میایی 20 روز میسته که یک روز به کار میره، نی کرو خونه داده میشه، نی زندگی داده میشه، زن و بچه گوشنه. امال همسایه ها دارم که به ما به دو ما به سما به دنگ اینا نی روغن افتاده نی برنج افتاده، خود ما کازو بدتر. و هر میام به هر در روز دو روز میرم به کار و هم 2700 کرا خونه میدون، نی به کرا خونه خو میرسون، نی به زندگی، نی به زن، نی به بچه، به هیچی نمید. نمید تمام همی کارگرا ببینید که سر تا زر پینجا تا اینا سوک میایا و ساعت دوازده میگه از ساعت دوازده پس میرم به خونه. خب روزهای هم اتفاق میفته که شما چندین روز پشت سر هم بیکار باشیم و کار بگیر شما نه؟ این چند وقت میشه؟ یک بوش که میشه نمیشه؟ یک بوش ما سر روز یال ما چی زندگی برو برکنیم؟ توقع شما از دولت چیه؟ توقع ما اینه که خود اینی کار مساید آبادی برای هر چیز کنه، یک آبادی، یک باری، روزگار، یک جا جور کنه که این مسلمان ها بره و مسلمان ها همینجا برای هر یک زندگی باشه که اقلا خودون همینجا یک کار کسی بی بکنه. ایرانی بود بسته شد دیگه دولت یک ما رفته نمیده اینجا هم که به داخل همی کسی از تو میایی نمازگر هم میرم بخونه، هیچ کاری نیه، کسی بی بخونه هم منت دیگه، هیچ کاری نیه دیگه. تشکر. بله واقعا بیکاری مزل بزرگ جامعه ماست. تشکر میکنم از شما خبرنگاری که این مصاحبه رو برای ما فرستاد و واقعا به نکته خیلی خوبی هم اشاره کرده بودن و میبینید که حالا این کارگران سر گذر خانواده دارن، زندگی دارن، زن و فرزند دارن و باید تامین نفقه کنن. متاسفانه که حالا در افغانستان هم بیمه تامین اجتماعی نیست، بیمه بیکاری نیست و دیدیم که شهروندان ما چی میگفتن. توقع اون دولت اینه که بنا کار مهیا کنه، نمیگن که برای ما نان بده، نمیگن که برای ما آب بده، برای ما کار ایجاد کن. و این امت این عزیزان رو نشان میده که میخوان که از طریق کار چیز رو به دست بیارن و ضعف دولت مردان ما را نشان میده که در ایجاد بستر کاری و اشتغال برای شهروندان ما ناکام هستند و این را نمیتونه کتمان کنه. این حقیقت مسلم هسته. متاسفانه که دولت ما زمینه اشتغال زایی از او بسیار ناچیز هست، در حالی که کشوری هستیم با منابع فراوان و در این حال میبینیم که وضعیت اقتصادی هم داره بهتر میشه، تجارتی هم بهتر میشه، ولی باز هم بیکاری هست. کارهای بنیادی نیاز هست، کار اساسی نیاز هست تا بیکاری از جامعه ما رخ برونده. دیگه شهروندان حداقل دغدغه اونها این نباشه که نان خشک به خانواده ببرن.
در داور هست و امیدوار هستیم که این بستر ایجاد بشه و تجار ما در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از این طریق هم سرمایه بیرون نره و هم شهروندان ما در داخل افغانستان کار برای خودشان داشته باشند. بازم تشکر میکنم از این عزیزی که این مصاحبه ما فرستاد. شما هم میتوانید که مصاحبه ها فیلم ها و گزارشات خودتون رو به ما از طریق صفحه برنامه شما خبرنگار روان کنیم به رسانه میرسه و هم به نشر میرسونیم. عکس منتخب هفته هم آماده هست، باید دیگه میریم عکس رو میبینیم دوباره برمیگردیم. سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. عکس منتخب هفته رو هم دیدیم و عکسی که این شب خبرنگار ما فرستاده بود و خب موضوع زو برای همه ما شما مشخص بود دیگه، صد منبر و صد دو تا سرک. خب این بی‌نظمی هست طبیعتاً دیگه، امیدوار هستیم که حالا شهرداری هم توجه داشته باشه، ترافیک هم توجه داشته باشه، همونجا حادثه یه چیز اتفاق میفته و نظم باید در شهر ایجاد بشه، ولی شاید خیلی از مسئولین در کنار همین حالا این دوان فروشی گذاشته باشن ولی تا کاری نکرده باشه. امیدوار هستیم که این عکس یک تلنگری باشه برای عزیزان که جلوی این بی‌نظمی‌ها رو بگیرن. ما مخالفی نیستیم که عزیزمون امرار معاش نکنه، کاروبار نشه، نه متوجه موافق هستیم که اینها یک روزی حالا به دست بیارن. منتها نظم و دیسپلین شهر هم مهمه، باید حداقل جاهایی که شهرداری برنامه تعیین میکنه اونجا برن که متوجه کار شهرداری نمیکنه، موضوع دیگری هست. ولی به هر صورت امیدوارم که وضعیت ها بهتر بشه و این عکس آغاز تغییر باشه و اگر خواسته باشیم که موضوع امشب ما رو جنبندی داشته باشیم، نقش شما خبرنگاران در بهبود وضعیت امنیتی، همان گونه که عرض کردیم شهروندان عزیزمون نقش بسیار مهم و سازنده‌ای دارن، مخصوصا شما خبرنگاران که بتوانن که با مسئولین امنیتی همکار و همراه باشن تا وضعیت امنیتی بهتر بشه. نیاز به همکاری هست و این همکاری زمانی به وجود میاد که همه ای ما بخوایم که با منصوبین همکار و همراه باشیم و منصوبین هم با ما همکار و همراه باشن با ما یک شهروند. این بود محتوای برنامه ما در این هفته. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.